سیزدهمین روز دیماه برابر با 3 ژانویه سال 1278 خورشیدی برابر با 1899 میلادی، زادروز جلال الدین همایی، ادیب، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی که در اصفهان زاده شد. پدرش میرزا ابوالقاسم محمد نصیر متخلص به طرب و جدش ملا محمد رضا همای شیرازی هر دو از شعرا و دانشمندان معروف عصر خود بودند. جلال الدین تحت نظارت پدرش از اوان کودکی ملزم به فراگیری ادبیات عرب و حکمت و فلسفه شد و به همین سبب هم پس از تأسیس دانشگاه تهران به این دانشگاه دعوت شد و سالها در دوره دکترای دانشکده حقوق و ادبیات تدریس کرد و مدتی نیز عضو فرهنگستان ایران بود. از مشهورترین اشعار او مسجد کبود است که در وصف مسجد کبود تبریز و اظهار تأسف از ویرانی آن سروده است. سال 1338 خورشیدی برابر با 1959 میلادی، درگذشت علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیک، شاعر نوسرای معاصر که در روستای یوش در استان مازندران به دنیا آمد و چون در مدرسه چندان موفق نبود و به تحصیلات آکادمیک اهمیتی نمیداد، از مردم کناره گرفت و به زندگی در میان جنگل‌ها و دامان طبیعت پناهنده شد. نیما با روندی که در طول زندگی خود داشت نشان داد که از شعر و هنر ادراکی عمیق و تازه دارد و شایستگی این را داراست که در عرصه سرشار و پربار ادب فارسی بنیانگذار شیوه‌ای نوین باشد. بنابراین نیما شعری را وارد صحنه ادب فارسی نمود که در عین دارا نبودن قافیه و ردیف دارای وزن و هجا بود. این سبک شعر به شعر نو و شعر نیمایی مشهور است و افراد فراوانی به پیروی از سبک او هنرآزمایی کردند. شعر آزاد نیمایی تفاوت‌های آشکاری با شعر سنتی داشته، از لحاظ عاطفی بیشتر جنبه اجتماعی و انسانی دارد. به نظر او وزن باید تابع احساسات و عواطف شاعر باشد. نیما یوشیج را به حق میتوان پدر شعر نو فارسی خواند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، آغاز کنفرانس گوادالوپ با حضور سران کشورهای غرب برای بررسی اوضاع ایران. سران چهار قدرت بزرگ غرب به پیشنهاد فرانسه در جزایر گوادالوپ در شرق دریای کارائیب در آمریکای مرکزی گرد هم آمدند و به بررسی رویدادهای ایران و آینده آن پرداختند. در این کنفرانس جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، هلموت شمیت صدر اعظم سابق آلمان غربی، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلستان و ژیسکار دستان رئیس جمهور وقت فرانسه با هدف حفظ منافع خود در ایران به تبادل نظر پرداختند. کارتر معتقد بود به علت وضعیت حاکم بر ایران دیگر امکان حمایت از محمد رضا شاه وجود ندارد. وی توانست سران سه کشور دیگر حاضر در گوادالوپ را با خود همراه ساخته و برای ارتباط با مخالفین رژیم پهلوی به ویژه با اطرافیان آقای خمینی به برنامه ریزی بپردازند.